توضیح کوچیک بدید برای آشناییتون با آقای سیدورات. منو دید، صدا کرد، گفت دختر بیا جلو. من رفتم جلو، گفت نگاه کن بچه چقدر شبیه آفرینه. اصلا به خاطر خانم آفرین و شباهتی که من به ایشون داشتم اسم منو گذاشتن نوش آفرین. خاطره تلخ اینه که من یه فیلم بازی میکردم که خب بهترین خاطره برای من که یه به قول معروف یه تینیجر بودم، بازی با آقای بهروز وثوقی بهترین خاطره زندگیمه. من حتی پاسپورت قانونی گرفتم و از مملکت خارج شدم، یعنی به من پاس دادن و من اومدم از ایران بیرون. هیچ مشکلی؟ من هیچ مشکلی نداشتم. آقای سعید آدم همین. آدم خوش شانس و خوشبختی هستم که فریدون فرخ‌رسا صدای منو دوست داشت. یعنی دقیقاً اون موقع مثل الان که مثلا داریم یه وزارتی که میاد موزیک‌ها رو چک می‌کنه، ما یه شورای داشتیم به اسم شورای رادیو که همین کارو می‌کرد. شورای موسیقی؟ بله. شورای موسیقی. بله. من خودم یادمه آهنگ اولم قبله 4 بار رد شد. خب سه گلم در برنامه تلخ و شیرین. همونطور که اطلاع داشتید امروز یک مهمان بسیار عزیز داریم، خانم نوش آفرین، بازیگر، هنرمند، خواننده بسیار گرامی، بسیار خوش اخلاق. خب خانم نوش آفرین، من در خدمتتون هستم. اون دوربین شماست. با بیننده ها اگه میخواین سلام علیک داشته باشید. سلامی داشته باشم به تمام بیننده های عزیز برنامه تلخ و شیرین و شما آروین عزیز. برحال خیلی ممنون که لطف کردین، دعوت کردین از من که در کنار شما و بیننده‌هاتون باشم. قربونتون برم، شما خیلی لطف کردین که دعوت ما رو پذیرفتین. حقیقتش من امروز اصلا نمیخوام حرف بزنم، چون شما ماشاءالله یه کوله باری از تجربه و هنر دارید. من دوست دارم که بیشتر از شما بشنوم. شما سوال کن، من بهت بگم چی. اوکی. خب ما دو قسمت میکنیم اگه بخوایم این کار و زندگی هنری شما رو، یک قسمت بازیگری، یک قسمت خوانندگی. خب یه سری اطلاعاتی که کسایی که بیرون از ایران هستن، خب قبل برنامه داشتم صحبت می‌کردم، خیلی راحته که توی اینترنت سرچ کنم، ولی خب متأسفانه سرعت اینترنت ها پایین و سورس ها توی ایران کمه. دوست دارم یه خورده از اطلاعات بیسیکتون شروع بکنیم و برسیم به سوالای خودمون. خب اطلاعات بیسیک شما چی می‌خواید از من بدونید؟ مثلا شما از کجا شد که، من اینا رو همه میام میدونم، چطور شد که اصلا یهو وارد سینمای ایران شد؟ من خیلی دوست داشتم که همیشه، من عاشق خوانندگی بودم، دوست داشتم که خواننده بشم، ولی خب اون موقع خواننده شدنم پول لازم داشت. یادم خب طبق معمولم خانواده همه مخالف که کسی بره تو سینما یا موزیک. یادم با یکی از دوستام روزنامه میخوندیم که یکی از این روزنامه اطلاعات احتیاج داشتم به یک هنرپیشه 18 تا 20 ساله که اون موقع من همش 17 سالم بود و تصمیم گرفتم که برم و شرکت کنم. رفتیم به استودیوی خدای اسمش یادم رفت، مال آقای علی عباسی، و شانسی قبول شدم. و البته اون موقع فیلم شورش بود که آقای ناصر ملک‌ماتی و آقای همایون، آقای مرتضی عقیلی بازی میکردن و متاسفانه من قبول شدم، از من تست گرفتن، ولی فیلم کنسل شد. ولی در همون زمان با کسای دیگه آشنا شدم که یه فیلم دیگه کار کردم به اسم قصه ماهان و یه 2 سالی تو کار سینما بودم که تقریبا بگم 11 تا فیلم بازی کردم و بعد از 2 سال دیگه تصمیم گرفتم که برم حتما خواننده بشم. من شنیدم حتی انگار با لباس مدرسه هم رفته بودید و همچنین اصلا. بله. خیلی هم اونجا آدم بوده ولی خب ظاهرا کارگردان سری شما رو کالک کرده بوده. نه اتفاقا جالب اینجاست که من همینی که میگین با لباس مدرسه رفتم اونجا و واقعا هم هیچ امیدی نداشتیم. موقعی که در استودیو باز شد و دیدیم که ماشاءالله دختره خوشگل ایرانی اما آرایش کرده، ما با روپوش مدرسه و دوستم رفتم. آقای منوچهر صادق‌پور که فیلمبردار بودن، شوهر خانم آفرین، البته ایشون هم الان فوت کردن، آقای اسمشو گفتم یادم رفت، منم هم یادم رفت، خدای من، آقای صادق‌پور. صادق‌پور و ایشون یکی از بهترین فیلمبردارای دوره خودشون بودن، فیلمبردارای سینما. و منو دید، صدا کرد، گفت دختر بیا جلو. من رفتم جلو، گفت نگاه کن بچه چقدر شبیه آفرینه. اصلا به خاطر خانم آفرین و شباهتی که من به ایشون داشتم اسم منو گذاشتن نوش آفرین. اینی که بدونی. به هر حال اینجوری شد که آقای میرلوهی اونجا بودن و کارگردان فیلم زنده‌یاد میرلوهی بود
و ایشون گفتن که دختر میشه بری عکس برای من بیاری. من رفتم عکس گرفتم بهشون، عکس‌ها رو آوردم بهشون نشون دادم و بعد یه تست سینمایی از من گرفتن، قبول شدم. ولی خب به علت نمیدونم به خاطر مالی بود یا هر چی و این فیلم ساخته نشد. من حتی شنیدم که انگار یه سری از شما درخواست سفته کرده بودن، مثلا مبلغ 100,000 تومان یه چیزی من توی وبسایت ها خوندم که نه حالا برای چی بوده اون؟ از من؟ آره. من اولین باری که میشنوم اینو. نه. تو وبسایت مثلا اشتباه نوشتن. والا تو وبسایت ها خیلی چیزا رو اشتباه نوشتن. خیلی چیزا رو. حتی مثلا محل تولد منو اشتباه نوشتن. کجا هست؟ تهران. آنسور تهران هست. بله. شمالی دم زده بودن. نه، همچی چیزی نیست. و من جالب اینجاست که بعد از انقلاب، یعنی درست قبل از انقلاب، پدر من دانشگاه تهران بود و منتقل شد به دانشگاه رشت و مجبور شدن که موف بکنن برن رشت و اونجا تا روزی که تو دانشگاه رشت بودن و اونجا بازنشسته شدن. و ولی خب همه فکر میکنن که ما مال رشت هستیم، درسته. در حالی که اینطور نیست. تهرانی هستیم. بله. اوکی. توی اون زمان اولین فیلمی که فکر کنم خیلی پای اسمش هم رفت، فرار از هجلی، اگه اشتباه نکنم خیلی اولین فیلمتون بود؟ نه، اولین فیلم من قصه ماهان بود. آها. بعد دشمن بود با آقای ناصر ملک موتی، بعد سازش بود با آقای بهروز وثوقی، ولی خب فرار از هجل و از این چیزا هم بود زیاد. حالا خیلی جالب برای من که من دوست دارم اول خب یه توضیح کوچیک بدید برای آشناییتون با آقای سعیدولات. آشنایی که خب آقای سعیدولات هنرپیشه بود، منم هنرپیشه بودم، خواننده بودم، سر فیلم برداری با هم آشنا شدیم و بعدش ازدواج کردیم. بعد چرا اون موقع هر کی مثلا با هم همبازی می‌شدن بعدش ازدواج می‌کردن؟ همچی چیزی نیست. چرا خیلی یاد داریم زمان شما مثلا آقای بهروز وثوقی خانم بوبوش اونا هم ازدواج کردن. بعد خب حالا یکی دو تا بوده، همه نبودن. به هر حال ببینین محیط بسته است، هنرپیشه ها، خواننده ها فقط با هنرمندا بیشتر دیده میشن. مثلا یه خواننده یه هنرپیشه با مردم معمولی، مردم عادی زیاد رابطه ای نداره. اینه که چه بخوای نخوای چیزایی پیش میاد، احساسایی پیش میاد و همه تو همدیگه ازدواج میکنن. چون توی نمونه‌های خارجی هم داریم، یعنی این سوال نه تنها راجع به مثلا ایرانی ها باشه، مثلا آنجلینا جولی، برد پیت، چون هنرمندا معمولا بعد از فیلم ها نمیدونم حالا اون نه خب تو همونه، به خاطر اینکه خب همین فیلم برداری خودش ماها طول میکشه و هر حال ممکنه احساسایی به وجود بیاد. و میگم خواننده، هنرپیشه، دایرکتور، نمیدونم کامرامن، اینا همه توی یه فیلد کار میکنن و بیشتر همدیگر رو میبینن، خب بیشتر احساس به وجود میاد. فکر میکنم دلیلش این باشه. درسته. به عنوان آخرین سوال قسمت سینمایی، یه خاطره شیرین و تلخ میخوام از دوران کار در سینما ایران بگیم. خاطره تلخ، خاطره تلخ اینه که من یه فیلم بازی میکردم که هنوز اسمش متاسفانه یادم نیست، قرار بود که آتش سوزی باشه، یعنی من خودم رو بسوزونم و اینا قرار بود به جای نفت آب بریزن، ولی انگار که تو اون ظرفی که آب ریخته بودن نفتم بود و من واقعا آتیش گرفتم که خدا رو شکر من چون اینقدر رابطم با همه خوبه، مخصوصا بچه های مثل چی میگن بچه های پشت صحنه، اینا انگار که بو برده بودن، همه آب گذاشته بودن آماده و این آبو که ریختن مثلا دستم یه مقدار سوخت، البته جاش نموند، ولی این خاطره تلخی بود که از اون زمان داشتم. خاطره شیرین زیاد دارم. شیرین ترینش اینه که شیرین ترین نمیدونم چجوری بگم، ولی خاطره که بخوام تعریف بکنم و ندارم. خب بهترین خاطره برای من که یه به قول معروف یه تینیجر بودم، بازی با آقای بهروز وثوقی بهترین خاطره زندگیمه، بازی با آقای ناصر ملک موتی و ایون سعید راد و خیلی از هنرپیشه ها، آقای منوچهر وثوقی، اینا برای من همه خاطرات شیرینه، چون من در یک مقطع زمانی کوتاهی این فرصت رو داشتم که با سوپرستارهای کشورمون همبازی بشم. از این خاطره قشنگتر چی میتونه باشه؟ درسته. چند سال کلن شد که دیگه بعد انقلاب شد که دیگه نه؟ من 2 سال هنرپیشه بودم و 2-3 سالی خواننده بودم، یعنی 4-5 سال تو این فیلد کار کردیم و انقلاب شد. بله. بعد انقلاب شد تو ایران موندید یا رفتید؟ نه، من در 7 سال بعد از انقلاب ایران بودم. بعد تو اون اوایل انقلاب چیز نشد مثلا بگیرن دادگاهی کنن؟ نه، هیچ
هیچ مشکلی برای من که اصلا پیش نیومده، راجع به دیگران نمیتونم صحبت بکنم چون نمیدونم. من حتی پاسپورت قانونی گرفتم و از مملکت خارج شدم، یعنی به من پاس دادن و من اومدم از ایران بیرون. هیچ مشکلی، من هیچ مشکلی نداشتم. آقای سعیدراد هم همینطور. آقای سعیدراد هم همینطور، برای اینکه سعید اتفاقا تنها هنرپیشه‌ای بود که بعد از انقلابش اجازه کار دادن. بله. و تونست کار بکنه و الانم که دارن کار میکنن و موفقن. درسته. بله. خب بریم سراغ حالا شروع کار موزیکتون. اولین موزیکتون رو میخوام بگید که از کجا شروع شد، شکل گرفت، چون همیشه همونطور که گفتید آرزوتون بود خواننده بشید. بله. و حالا خدا لطف داشت که توی عرصه سینما هم خب خیلی سخت بود اون موقع. بله. بخواهی سوپر استار بشین با امثال آقای ملک مطیع، بهروز وثوقی. بله. خیلی سخت بود واقعا. میخوام بدونم حالا اون موزیک از کجا شروع شد. موزیک من یادم همون موقع که کار سینما میکردم با یه شرکتی یعنی آشنایی پیدا کردم و منو معرفی کردم به آقای بابک بیاد و آقای شمعی زاده. آقای شمعی زاده و بابک بیاد میخواستن که از ما، من بودم و یه خانم دیگه ای که میخواستن از ما یه گروه خواننده زن درست کنن، فکر کنین اون زمان. و آقای شمعی زاده یه آهنگ به من داد به اسم کوه که بعد خانم گوگوش خون. تو اون کوه بلندی که سر تا پا، اینو قرار بود من بخونم و یه چند تا آهنگ دیگه که متاسفانه این برنامه نشد و کنسل شد، تا من یکی از دوستانم منو معرفی کرد به آقای فریدون خوشنود. فریدون خوشنود آهنگساز جوونی بود که اون موقع زیاد معروف نبود، یه آهنگ داده بود پیچک که بعد من خوندم به خانم مهستی، که بعد من خوندم اون آهنگو و خیلی هم گل کرد. با هم آشنا شدیم و با هم قرارداد بستیم و کارو شروع کردیم و اولین آهنگ من اسمش بود قبله، که از برنامه میخک نقره‌ای زنده یا فریدون فرخزاد پخش شد و خیلی مورد توجه قرار گرفت. آخرین جمله که گفتید ربط داشت به سوال بعدی من، خیلی جالب بود. من راجع به این شخص میخوام خودتون صحبت کنید، اصلا سوالی نمیخوام بکنم. فریدون فرخزاد. فریدون فرخزاد، من فریدون فرخزاد ازش خاطرات خیلی خوبی دارم. فریدون فرخزاد، من خیلی آدم لاکی هستم، آدم خوششانس و خوشبختی هستم که فریدون فرخزاد صدای منو دوست داشت. و فریدون فرخزاد یکی از کسانی بود که خیلی منو در رادیو و تلویزیون ساپورت میکرد. فریدون فرخزاد کسی بود که از منو وادار کرد که بشینم تو رادیو باهاش گویندگی کنم. همیشه به من میگفت تو قدرت بیان خوبی داری، ازش استفاده کن. و خیلی جاها آهنگای منو پخش میکرد، صدای منو مثال میزد. من یادم ایون املساین که اومده بود ایران و آهنگ یه ذره عاشقم باشو خونده بود، فریدون خوشنود این آهنگو داده بود برای فیلمی با آقای ایرج قادری بازی میکردن. فریدون فرخزاد اینو رادیو میذاشت و صدای املساین رو برمیداشت و آهنگ منو میذاشت، میگفت ببینید چقدر صدای نوشافرین قشنگ تره، چرا مرغ همسایه بر ما غازه، همیشه اینو میگفت. و بسیار مرد باسوادی بود و کارشو دوست داشت، مردمشو دوست داشت و به کاری که میکرد ایمان داشت. و من میگم من خیلی خوششانس بودم که ایشون صدای منو دوست داشت و من تو تقریبا تمام برنامه هاش بودم. یادم اولین بار منو معرفی کرد و در مدت خیلی کوتاهی من مهمان برنامه شدم، مثل خواننده های مثلا پیشکسوت‌تر. یادم به من گفت نوشافرین هیچ وقت فکرشو میکردی که به این زودی بیای و مهمان برنامه من بشی؟ و من همیشه خاطرهای خوبی ازش دارم و همیشه به خوبی ازش یاد میکنم و واقعا روحش شاد. روحش شاد. برنامه میخک نقره‌ای. میخک نقره‌ای، بله. یه چیزی ببخشید عزیزم، ما یادمه که اون موقع خب خواننده‌ها رو که دعوت میکردن تلویزیون همه لباسای خودمون رو می‌بردیم می‌پوشیدیم. فریدون فرخزاد کسی بود که شروع کرد، یعنی تلویزیون ملی رو وادار کرد که برای خواننده‌ها لباس بدوزن. و این اواخر بود، درست قبل از انقلاب، که تلویزیون شروع کرد برای خواننده‌ها لباس دوختن، یعنی داشت این راهو که امریکایی‌ها خیلی جلوتر از همه هستن و داشت یواش یواش ترانسفرش میکرد تو ایران، یه کاری میکرد که تو ایران هم این کار رو انجام بدن. و متاسفیم که همه چی خیلی زود قطع شد، متاسفانه. البته فکر کنم از اون به بعد دیگه باب شد،
خیلی هم برای همه مثلا لباس درست میکردن میدوختن و جامعه دارن، ولی تو قبل از اون مثلا نداشتیم درسته؟ نه تو قبل از اون نداشتیم، ولی خب بعد از اونم فکر نمی کنم که زیاد اصلا یعنی کار خوانندگی اصلا دیگه وجود نداشت، ولی خب تو سینما و کارهای سریال های تلویزیونی خب فورشور باید لباس بدن، یعنی این جزئی از پروداکشن کاری که لباس بدن به هنرمند. یکی از چیزایی که خیلی همیشه نظر من جلب میکنه راجع به شوهای رنگارنگ همون موقع این که چند تا چیز جالب هستش که همیشه دو سه تا دوربین ثابت هست در یک لوکیشن، آرتیست حتما باید در حین خوندن یه پرفورمنسی هم داشته باشه برقصه. خیلی جالب بود برای این یه قانون بود، یعنی همه باید، چون من دیدم تمام خواننده های خانوم این هم یعنی باید حتما میرقصیدن، حتما اکت تو یک صحنه داشتن. چرا این اتفاق میفته؟ مثلا یه ویدیو کلیپ هایی مثل الان که داریم برن بیرون بگیرن، چه این نمیشد؟ اون موقع امکانش نبود؟ خب اون موقع امکانش نبود. اگه شما در همون زمان که رنگارنگ بود شوهای امریکایی رو هم نگاه میکردی همه تو استودیو بود، هیچ کس ویدیو نمیگیره. ویدیو بعد از فکر میکنم در سال 81 82 بود که ویدیو اصلا مود شد توی امریکا، مود شد، یعنی شروع کردن که مثل هندیا. اکچولی این کار رو هندیا اولا کردن که یعنی آهنگایی که تو فیلم بود مثل میوزیک ویدیو درست میکردن، صحنه برداری میکردن، رقص داشتن در هوای آزاد. بعد یواش یواش این به امریکا هم سرایت کرد و اونا هم شروع کردن این کار کردن. و من مطمئنم که اگر انقلابی نبود و اجازه میدادن که خواننده‌ها بخونن، ما هم در همون زمان شروع میکردیم این کار رو انجام میدادیم. ولی تلویزیون ملی درست مثل تیوی های امریکایی بود، ست بود، همه چی یک ساختمون بزرگی بود، سیکیوریتی داشت، میکاپ رومای بزرگ داشتیم، ما اتاق فرمونای بسیار مجهزی داشتیم، یعنی کارهای تلویزیون واقعا مثل تلویزیون های امریکایی بود. و خب ست دوربین بود، خواننده میخوند، نورپردازی ثابت داشت. و بعدن که شروع کردن روی گرین سکرین مثلا صحنه‌های دیگر رو بهش اد کردن، من یادمه که رنگارنگ شروع شد و تمام برنامه‌های تلویزیونی ما اون موقع تا پاکستان و تمام کشورهای عربی رو کاور می‌کرد، یعنی اینقدر که کار ما خوب بود تا اونجا پیش می‌رفت. من خودم عکسامو تازه من دیدم تو جلد مجله‌های عربی روی جلد مجله‌ها چقدر چاپ شده بود. اون موقعی که تو ایران بودم اصلا نمیدونستم، الان به دستم میرسه. این نشون میده که خب ما کار ما رو خیلی دوست داشتن کشورهای دیگه. من اتفاقا دیدم توی همین ویدیوهای وارگتو و رنگارنگ که اصلا خیلی از کشورهای دیگه مثل افغانستان و پاکستان اصلا دوست داشتن توی برنامه‌های تلویزیون ایرانی بیان و برنامه اجرا کنن. بله. یادم یه آقایی هم بود چشای زاغی داشت یا حالت نعیم بوپال. بله نعیم آدم اتفاقا نعیم بوپال من یه آهنگ دو صدایی دارم باهاش اجرا میکنم. جدا؟ بله. چه جالب. بله ایشون هم امریکا هستن، یه آهنگ ساختن داریم با هم دو صدایی اجرا میکنم. جدیدا یعنی؟ جدید بله. دادیم بس... تنظیمش کنن. بله. خیلی پس کار خوبی بود باشه. علی یهو چه شانسی منم راجب اون گفتم و پس بله. یعنی یک کار جدیدتون بله. فارسی نعیم... و پاکستانی افغانی هست. بله. خیلی جالب. از اون آهنگی هم که یه دونه دارید که ملودی افغانی داره، اینم از ایشون هست؟ نه، نازنین عاشق. نازنین عاشق. نه، من خودم از یک سی دی خوشم اومد، شنیدم و تنظیمش کردیم، خوندیمش و خیلی هم گرفت. نه واقعا خیلی زمان خودش خیلی خوب، الان خیلی خوبه، ولی خب اون زمان یه کار خیلی جدیدی بود. یعنی اون آلبوم شما فکر کنم نه اون فقط اون من 7 آلبوم بعد از انقلاب به بازار دادم که میتونم بگم در هر آلبومی 2-3 تا آهنگ هیت داشتم. نه منظورم این بود که اون کاست در زمان خودش آهنگ‌های هیت خیلی خوبی داشت بله. که به تنظیمای امروز خیلی نزدیکه. مرسی. خیلی نه جدی میگم، یعنی داریم آهنگایی که مثلا از خواننده‌ای که شاید، ولی اون به نسبت تنظیم اون زمان بله. به تنظیم‌های امروزی خیلی نزدیک بود. من یه آهنگ خوندم به اسم گله نکن از من، یادمه این آهنگ با یه ناله هندی شروع میشه، من میخونم بعد یه آقای انگلیسی میخونه What goes around comes around. خب من الان نگاه میکنم چند سال پیش جاستین تیمبرلیک یه آهنگ خوند What goes around comes around،
بعد سلینا گومز، میشناسی سلینا گومز؟ سلینا گومز یا آهنگ خونده همین تازگی رو که هیت شد، که اول با هندی قاطیه. یعنی من وقتی این آهنگ رو گوش میکنم، بتا آهنگش مال برایان وی، دوست خیلی خوب من، که چقدر در یعنی کاراش چقدر موندگار شده که الان نزدیک به کارهای جدید الان امریکاییه، که اتفاقا میخوام اون آهنگ رو ویدیوش کنم، چون آهنگیه که فکر میکنم حالا حالا تازه است. حالا اگه برین گوش بکنین میدونی حتما این کارو میکنین. حالا یه سوال دیگه باز، اینم خیلی برام جالبه، چرا اکثر هنرمندای خوب میپرسم چرا موزیکای قبل با اینکه اینقدر امکانات نبود، اینقدر اینسترومنتال های کامپیوتری نبود، همه سازا زنده بود و اونقدر تنظیم های عجیب غریب نداشت، خواننده باید میرفت یه تیک توی استودیو میخوند، چرا اینقدر دلنشین تر بود؟ ما الان این همه امکانات داریم. برای که همه چی کامپیوتری شده. وقتی شما یه سایز لایو میشنوی، خب گرمه، تاچه، میدونین، مثل پیانو زدن، مثل گیتار زدن، تا اینکه کامپیوتر برات این کارو بکنه. درست مثل این میمونه که شما وقتی یه مزرعه دار، وقتی مشتری زیاد داره، یواش یواش هورمونی هی تون تون میکاره که بده به خورد مردم. خب اون میوه ها اون مزه رو نداره که خاک طبیعی درست شده. شعر و آهنگم مثل غذا میمونه، میدونی، هر چی که تکراری باشه فست فود شده همه چی. درست. واقعا آهنگای ما الان مثل فست فود، انگار مکدونالد میری 10 تا همبرگر میخری مختلف، اصلا مزهش یه جوره. درست. فهمیدین؟ ولی اون موقع نه، همه چی طبیعی تر بود، برای اینی که موندگار تره. ایون شعرها رو گوش میکنی، شعرها همه چی میگن، استخونداره، برای اینکه شنونده ها فرصت شنیدنشو داشتن. الان کسی فرصت شنیدن شعر رو نداره، همه میخوان فقط برقصن، چیزیه که خواننده رو خیلی اذیت میکنه. واقعا خیلی اذیت میکنه، مثلا اون همه احساس که شما میذارید روی آهنگی که با احساس و اون شعر رو، ولی خب همه آقا یه آهنگ شاد شاد بزن، یه بندری بزن، مثلا اون موقع است که من میخوام یه کارت بردارم برو کنم تو قلبم. خیلی خوب، واقعا شاد بودن خوبه، ولی باید یه خورده اینا رو فاصله بذاریم. آقا خب مثلا یه سری عاشقانه هست، یه سری آهنگ هست برای چیل اوت کردن، یه سری آهنگ هست برای رقصه. اینا تقصیر ما خواننده هاست اول، بعد مردم. البته ما باعث شدیم که مردم اینقدر فست فود پسند شدن، باید یه کاری بکنیم که توجهشون رو بیشتر گرم کنیم به آهنگای بهتر. چطور میشه این کار کرد؟ تولید آهنگ خوب. همین الان مثل قبل نیست که مثلا آقای فرید زولان فقط باشن، آقای منوچهر چشم‌آذر باشن، آقای شمعی‌زاده فرز باشن، آقای شمعی‌زاده، آقای سیاوش قمیشی. ماشاءالله الان مارکت خیلی گسترده تر از این حرف هست و اون کنترل لازم رو روی مارکت کسی نمیتونه داشته باشه. یکی از دلایلی هم که نمیتونیم کنترل داشته باشیم به خاطر اینکه تو مملکت خودمون نیستیم. اگر تو مملکت خودمون بودیم و یک مرجعی بود که به من میگفت، به من خواننده و شاعر، که این اون موقع اینجوری بود، ما باید آهنگ میخوندیم، آهنگساز آهنگو میساخت، شاعر شعر، ما اینا میرفت رادیو تو شورای موسیقی قبول میشد، تصویب میشد، بهش اجازه پخش میدادن. در غیر این صورت اگر قبول نمیشد ما باید میرفتیم دوباره میخوندیم، دوباره شعر باید یه جاهاش عوض میشد، دوباره آهنگ باید درست میشد. ولی الان شما یه کامپیوتر میذاری جلو و آهنگو میسازی، خودت هم میخونی و میدی به بازار، میدی رادیو جوان پخشش کنه، میدی فلان تلویزیون پخشش کنه، همه یعنی یه بازار شده. میدونین این فرهنگ موسیقی و شعر ما داره میمیره و دلیل مهمترش اینه که ما تو مملکت خودمون نیست. یعنی دقیقا اون موقع مثل الان که مثلا داریم یه وزارتی که میاد موزیک ها رو چک میکنه، ما یه شورای داشتیم به اسم شورای رادیو که همین کارو شورای میکرده. موسیقی. بله، شورای موسیقی. بله، من خودم یادمه آهنگ اولم قبله 4 بار رد شد، گفتم برو دوباره بخون. از موزیک اشکال میگرفتم؟ از خوندن من اشکال میگرفتم، گفتم برو درست بخون، باید بتونیم پخشش کنیم. میدونین یک مرجعی بود، متاسفانه الان هیچی وجود نداره، الان شده همون مکدونالد.
خب برگشتیم به خانم نوشافرین. یه تو پلاتین قبلی است خیلی جالب گفتم من دوست دارم برامون توضیح بدن همون شورای موسیقی رو دوست دارم برامون توضیح بدید که برای بیننده های توضیح بدید که چی بود ساختارش. شورای موسیقی آهنگسازها و شاعران و تنظیم کننده های استادای قدیمی بودن که اینا انتخاب شده بودن برای تصمیم گیری در مورد موزیک و شعر و ما که آهنگ میخوندیم هر کدوم ما فرقی نمیکرد از خانم هایده، خانم مهستی، من، گوگوش، لیلا فروهر، شهره یا هر خواننده مرد دیگه ای مثل ایبی یا اون موقع داریوش تمام این آهنگا البته ما دونه دونه آهنگ ضبط میکردیم ماهی یه دونه آهنگ ضبط می‌کردیم این فرستاده می‌شد برای شورای موسیقی و اینا چک می‌کردن و اجازه می‌دادن که پخش بشه یعنی تصویب بود توی کاغذ مهر می‌زدن که این آهنگ اجازه پخش داره که اون موقع رادیو شروع می‌کرد به پخش کردن وقتی که رادیو پخش می‌کرد تلویزیون هم پخش می‌کرد بعد کاست و بعدن بله اینا کاست میشه بعد اگه کسی مثلا این میشد که مثلا کسی بدونه حالا مثلا همین زیرزمینی خودمون نه 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 بدون اصلا... شورا و اینا نه اصلا ممکن بود من خبر ندارم اگه بوده باشه نمیتونم بی خودی بگم ممکنه بودن که کسایی که میرفتن هرچی میخوندن کاست میگرد ولی تا اونجایی که من یادمه نه همچی چیزی نبود نه باید پخش میشد چون خب اگه رادیو پخش نمیکرد تلویزیون پخش نمی‌کرد اون کاست فروشی از کجا میتونست پیدا بکنه همچی چیزی نبود یعنی حتما اول رادیو بعد تلویزیون بعد کاست میشد. بعد کاست میشد بله درست بعد از اون فروش کاست و اینا شما پولی عوایدی داشتید متاسفانه نه من راجع به دیگران خبر ندارم ولی من میدونم که من خودم با فریدون خوشنود قرارداد داشتم فریدون خوشنود با شرکت جهان موزیک قرارداد داشت که جهان موزیک یکی از صاحبانش آقای منوچهری بیبیان بودن و من فقط میرفتم میخوندم و فکر میکنم که درآمدش مال آقای فریدون خوشنود بود ایشون سهمی داشت ولی خب من تا اونجایی که یادمه به خاطر قراردادی که با فریدون خوشنود داشتم هیچ وقت تو ایران نه پول آهنگ دادم نه شعر نه تنظیم نه استودیو هیچی ایشون تمام کارهای من انجام میدادن و من میخوندم و من درآمدم از خوندن در کاباره بود در کنسرت هایی که در شهرهای مختلف میذاشتیم یعنی تمام سرمایه گذاری اون آهنگساز و اون گروه میکرد بله. شما از فروش کاست و اینا سهمی نداشتید فقط از خوانندگی در کنسرت و این چیزا بله خب یه جوالی هر خواننده‌ای که میخواست یک سی دی به باز کاست به بازار بده یا آهنگی بخونه باید خب پول شعر و آهنگو میداد درسته حالا من نمیدونم که خواننده‌های دیگه می پولی میگرفتن که گمان نمیکنم ولی یا شرکت بهشون پولی میداد نمیدونم ولی خب قرارداد من با فریدون خوشنود اینطور بود که البته برای من خیلی خوب بود چون من اصلا هیچ زحمتی برای آهنگ البته انتخاب آهنگ رو من خودم انتخاب میکردم ولی زحمت دیگه ای نداشتم فقط فریدون خوشنود به من زنگ میزد میگفت فلان ساعت تو استودیو باش یا آهنگ جدید مثلا موقعی که انتخاب میکردیم میرفتیم ضبط میکردیم و فروخته میشد به شرکت اون اولین کاستی که اومد دستتون از خودتون چه حسی داشتی؟ والا راستش اصلا یادم نیست. یادتون نیست؟ فقط اولین حسی که یادمه من خودم رو تو تلویزیون دیدم همون شوی فریدون فرخزاد اصلا باورم نمیشه چون همیشه آرزوم بود خودم رو تو تلویزیون ببینم و برای من چیز عجیب غریبی بود خیلی خوشحال بودم. بعد تو رادیوم گویندگی کردید؟ من در گویندگی نه به عنوان گوینده ولی برنامه‌ای بود به اسم شما و رادیو که روزهای جمعه برگزار می‌شد. و جلوی مردم و مثلا اگر فریدون فرخزاد گوینده اون برنامه بود منم باش میشستم و گویندگی میکردیم با هم سوال جواب میکردیم و در ضمن آهنگم هم پخش میشد درسته خانم نوشافرین دوست دارم که چند دقیقه حالا هر چقدر که خودتون دوست دارید با بیننده های برنامه تلخ و شیرین مستقیم باهاشون صحبتی بکنید درد دل دارید صحبتی دارید انتقادی دارید هرچی درد دل تنها خواهش من از بیننده های برنامه تلخ و شیرین اینه که به شعر و آهنگ بیشتر توجه کنین به خواننده ها بیشتر توجه کنین مخصوصا خواننده های زن متاسفانه مارکت ما برعکس تمام مارکت های دنیا خیلی مردونه شده که اصلا خوب نیست ظرافت
خواننده های زن از بین رفت، اصلا خواننده زن وجود دیگه انگار نداره. اگر هم هستن یه سری قدیمی ها هستن که به هر حال ما احتیاج داریم که خواننده های زن بیشتر بشن، بیشتر شما توجه داشته باشین، بیشتر خواننده های خانم رو ساپورت کنین، بیشتر آهنگ و شعر خوب رو ساپورت بکنین که این فرهنگ شعر و موزیک ایرانی از بین نره. این تنها آرزوی منه که خواننده است همین. انشالله که بشه. چرا میخندین؟ مگه نمیشه؟ آخه یه خورده سخت شده، خودتون میدونید الان یه خورده، غیر از این که حالا یه سری تیوی ها دارن ساپورت میکنن، ولی یه سری تیوی ها برعکس دارن ضد ساپورت میکنن، یه سری وبسایت ها ضد ساپورت میکنن. خودتون میدونید، من نمیخوام اسم ببرم، شما نمیخوام اسم ببرید، ولی خب یه سری ها داریم تلاش میکنیم که این بخوایم این قضیه، این کاروان از هم گسیخته رو بیایم دوباره جمع کنیم، سرپا کنیم، و یه سری ها خواسته یا ناخواسته دارن برعکس این عمل میکنن. ببینین من همیشه به این خیلی ایمان دارم، چون من سالهاست که تو امریکا زندگی میکنم و دیدم تلویزیون ها رو. هر تلویزیونی که فقط به خاطر پول کار کنه و براش هیچ چیز دیگه ای مهم نباشه، این پاسیبل که باقی بمونه، چون من نموناشو دیدم. یعنی اگر یک تلویزیون که میدیای این کاره بر مبنای درستی کارشو انجام بده، مطمئن باشین که در at the end جواب خواهید گرفت. من مطمئنم. انشالله. سوال آخر خانم نوشافرین. آن راستی اینم بگم که خانم نوشافرین معنی اسمشون یعنی آفریننده، درسته؟ نوش آفرین. آفرین. آفرین که آفرینه، نه آفریننده. فکر نمی کنم. فکر کنم نوش معنی شیرینیه. آها. سویت. شیرینی. آفرینم که؟ آفرین. 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 نوش آفرین یک اسم قدیمی ایرانیه. میدونی که بله. ایرانیه، یک اسم واقعی ایرانی. و مثل آروین. شاید من نمیدونم. سوال آخرم اینه که آخر قصه چیه؟ آخر قصه رو بهتر ندونیم، چون شیرینیش به اینه که آخر قصه رو ندونی. و زندگی به نظر من شیرینیش اینه که شما این فراز و نشیبای زندگیه که زندگی رو قشنگ میکنه و بکوشی که بهترش کنی. همین، به آخرش هم فکر نکن. خب آخه میدونید چرا یه سری از آدم ها، حالا دور از جون شما و بیننده ها، جوری زندگی میکنن، جوری به این زندگی چسبیدن، انگار که همین امروزه، میلیارد سال میخوان اینجا زندگی کنن. دور از جون میگم شما بیننده ها حق همو میخوریم، حق همو نمیدیم، پشت هم حرف میزنیم، بدی میکنیم و هم دیگه. خب اونا روزی زندگی میکنن، اونا فکر میکنن که فقط امروزه. ما یه چیزی خیلی خوبه که از غربیا یاد بگیریم، اگه بگم امریکایی‌ها، بگم چون من چطور تو امریکا زندگی میکنم همش بگم امریکایی‌ها. امریکایی‌ها، خب برای اینکه من اونجا زندگی میکنم مجبورم بگم امریکایی‌ها، برای امروز زندگی نمیکنن. اگر هر کاری میکنن، حالا همین شغل خودمون رو بگیم که میان یک کمپانی میزنن، به امروز فکر نمیکنن، به 10 سال دیگه این کمپانی نگاه میکنن و بر مبنای اون مدت طولانی که میخوان تو این کار بمونن برنامه ریزی میکنن. ولی متاسفانه ماها فقط همون روز میخوایم، حالا فعلا همین بچسبیم ببینیم فردا چی میشه. متاسفیم برای خود. یعنی میدونید، من اینو میگم که این زندگی رو اگه بخوایم تشبیه بکنیم، مثل یک زمین فوتبال میمونه که اون بازیکن توی اون شور و حال و هوا هست، خطا میکنه، دور چشم داور، زیر پای طرف هم میکشه، به دستش هم میخوره و به رو خودش نمیاره، ولی تو اون حال و هواست. وقتی میاد بیرون از این زمین، تازه با این میسو آروم میشه، تازه به کارهای خودش فکر میکنه، میبینه چه کارهایی کرد. دوربینا دیدن ولی داور ندید. من میگم واقعا زندگی همینه، تو این کار همه کار داریم میکنیم، هر چی حالا بکشیم نکشیم، ولی اون که داریم میبینه. به نظرم بهتره که، به نظر من، که بدونیم آخری هست، که یه خورده، حالا نه که شیرینی شب داریم بره، که یه خورده این هیجانات و این خطاهای دور از چشم داور کم بشه. بهتر نیست؟ من با حرف شما موافقم، ولی به هر حال هر آدمی به نظر من
اونجوری که من حالا من نمیتونم بگم هر آدم، من خودم شخصا همیشه اونجوری زندگی کردم که first of all وقتی که شب سرمو میذارم میخوابم هیچ نشینم هی بگم چرا اینجوری شد چرا اونجوری شد، میخوام راحت باشم، با peace of mind به قول معروف زندگی کنم و از زندگیم لذت ببرم، از همه مهمتر از خودم لذت ببرم، یعنی من چه جور آدمی هستم، اونو دوست دارم، اون آدم خوبه رو دوست دارم باشم. اگه دوست داشته باشی که اون آدم خوبه باشی، بعد یواش یواش کارهای غلط تو هی کات میکنی، میدونی؟ کات میکنی و از خودت یه آدم خوب میسازی. هوپفولی که همه اینجوری بشن. انشالله هستیم. انشالله. مرسی خانم نوشافرین که وقت گذاشتید. مرسی، خیلی ممنون که لطف کردین، منو دعوت کردین. انشالله که همیشه پابرجا باشین. تلویزیونتون هم همینطور. همه بچه های گلی که باتون کار میکنن همیشه سالم و پابرجا باشین. مرسی. قربون شما.